به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض درود و سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جای هستین حالتون خوب باشه و دم شما گرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون ما رو همراهی میکنین. خب دوستان، ما دیدیم این داستان قراردادهای امضا شده ایران و چین یه عده رو بدجور عصبی کرده. خواستیم همین اول ویدیوی هم یه سری اطلاعات مفید در اختیار شما عزیزان بذاریم، همین که به شدت فشار اون جماعت بیافزاییم. و اختصاصا میخوام اول این برنامه در مورد طرح کمربند جاده صحبت کنم، ولی دوستان قبلش بگم که تمام این برنامه مختص این موضوع نیستا، کلی خبر دست اول دیگه هم براتون داریم. ضمن اینکه کلی گشتم، یه دونه کلیپ خیلی خیلی ناب واسهتون پیدا کردم که در ادامه براتون میذارم. خب در طرح ابتکار کمربند و جاده چین باید عرض کنم خدمتتون که این طرح که به اختصار RBI نامیده میشه دو تا بال داره. اولیش کمربنده که از کمربند اقتصادی جاده ابریشم گرفته شده که شامل شبکه‌ای طراحی شده از جاده‌های فراسرزمینی و خطوط راه آهن، لوله‌های نفت و گاز و دیگر پروژه‌های زیرساختی هست که از شهر شیان در مرکز چین شروع و سراسر آسیای میانه رو دور می‌زنه و سرانجام به مناطق دوردستی مثل مسکو، روتردام و حتی ونیز میرسه. دومیش جاده است که جاده هم همون جاده ابریشم قرن 21 هست و مسیرهای دریایی از جنوب شرقی آسیا به جنوب آسیا و بعدش خاورمیانه و آفریقا رو در بر میگیره. تو این نقشه که میبینین خطوط زرد کمربند اقتصادی و خطوط آبی جاده ابریشم دریایی رو نشون میده. 147 کشور، 2/3 جمعیت جهان و 40% تولید ناخالص داخلی جهان این پروژه رو امضا کردن یا به انجامش علاقه نشون دادن. و لازم به ذکره که در یک بازه زمانی 18 ساله چین در 13427 پروژه به ارزش 843 میلیارد دلار در 165 کشور در مناطق مختلف جهان سرمایه گذاری کرده. حالا در راستای تکمیل اطلاعات بنده دعوت میکنم این ویدیو رو هم تماشا کنین. جاده ابریشم. جاده ابریشم و احیای آن، مستندی در دهه 60 که بیانگر اهمیت جاده ابریشم برای چینی ها بود. حالا مقامات چین جدیتر از همیشه به جاده ابریشم فکر می کنند. جاده ابریشم احیا می شود و آن را به عنوان یک کمربند، یک راه معرفی می کند. طرح چین برای احیای جاده ابریشم که بیش از 65 کشور را در بر می گیرد ابعاد مختلفی دارد. مهمترینش هم اقتصادی و تجاری است. البته ابعاد امنیتی هم دارد. چین برای رسیدن به هدفش گامهایی هم برداشته. پروژه یک کمربند و یک راه برای ایران هم کم اهمیت نیست و ایران در چهارراه آسیای مرکزی و غرب و جنوب آسیا واقع شده. و کریدوری که از طریق ایران تعریف شد کریدور جنوبی بود که از طریق در حقیقت قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه و اروپا. با توجه به متوقف شدن مسیرهای روسیه، خب ایران میتونه در آینده نقش بسیار زیادی رو ایفا کنه. خب طبیعتاً ایران با روی زیر ساختاش کار کنه. احیای جاده ابریشم علاوه بر تحقق اهداف چین، دستاوردهایی هم برای ایران خواهد داشت. فعالیت ایران در قالب این مگا پروژه راهبردی نه تنها میتونه منجر به کاهش آثار اقتصادی تحریم‌های تحمیلی مجموعه غرب و ایالات متحده بشه، بلکه به واقع از ظرفیت و قابلیت ویژه‌ای در راستای کاهش آثار فرااقتصادی تحریم‌ها و مشخصاً فرمول همه کریدورها به جز ایران که به دنبال تنزل موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران هست باشه. استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های جاده ابریشم مستلزم برداشتن گام‌هایی است. ما فقط باید دنبال تامین منابع باشیم. حالا منابع میتونه از طریق بخش دولتی باشه که البته در دنیا تلاش میشه که از طریق سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی انجام بشه. ما هم باید دنبال جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در داخل و خارج باشیم و به صورت یک در حقیقت نگاه مستمر و اطمینان بخش به سرمایه گذار برای این سرمایه گذاری چه کنیم ایجاد کنیم که این به هر حال یک مقداری نیاز به هماهنگی داخلی، تدوین سیاست ها، اتخاذ برنامه های بلند مدت داره. آنطور که گفته می شود تعلل در مسیر جاده ابریشم و خاطراتی هم به دنبال دارد. ما اگر از این فرصت ها استفاده کردیم میتونیم در این کمربند و سایر مسیرهای ترانزیتی موفق بشیم و برای آیندگان در حد یک کار بسیار خوبی رو انجام بدیم. و اگر فرصت‌ها رو از دست بدیم، رقبای ما دیگه منتظر نمیشه. همه دارن تلاش میکنن.
خب این از این. اما حالا واسه اینکه طنز خونتون بره بالا، یه تیتر و یه عکس دارم. رادیو صدای آزادی این عکس دراماتیک و خیلی خفن رو تیتر کرده و کنارش همونطور که میبینین نوشته این رژیم سقوط خواهد کرد، فقط نیاز داریم که به آن اذعان کنید. آقا اولا که من یه سوال دارم که احتمال میدم سوال خیلی از شماها هم باشه، اینا وجدانن جنس از کجا میگیرن؟ یعنی خلوص و نابی جنس اصلا تو عکس معلومه دیگه. این عکس رو هر جای بذاری بگی ساقی هستم اینم نمونه کارم، با کله قبولت میکنن. یعنی این یه چیزی از آدم فضایی های بایدن هم بالاتر، باور کنین. در همین حد واقعا نمیدونم چی بگم. شما هر چی خواستین بنویسین تو کامنت ها، فقط لطفا یه سری مسائل رو رعایت کنین. بعد حالا از این که بگذریم، آقا اینا هم حق دارن، چرا اذعان نمیکنین واقعا؟ حالا من یه شعاری با کمک دوستان در اتاق فرمان در این راستا طراحی کردم. من همین جوری میگم ولی شما سعی کنین به اون جماعت بگین که با ریتم تکرار کنن، تأثیرش خیلی بیشتره. آماده این؟ جمهوری اسلامی اذعان کن اذعان کن. حالا من و شما داریم میخندیم ولی باور کنیم با برابچ تهیه کننده برنامه کلی زحمت کشیدیم این شعار رو ساختیم. لطفاً ساده از کنارش رد نشین. بس آقا خیلی خندیدیم واقعا، دمشون گرم که تو این شرایط موجبات خنده و شادی ما رو فراهم میکنن. الان دیگه به نظرم وقتشه بریم سراغ اون کلیپی که خدمتتون عرض کردم. یادتونه تو برنامه قبلی گفتم هیئت نمایندگان رژیم صهیونیستی که از تل آویو واسه شرکت در اجلاس اتحادیه آفریقا رفته بودن، به دلیل استفاده از کارت شناسایی افراد دیگه و ورود پنهانی و غیر قانونی به این نشست توسط تیم امنیتی سالن اجلاس شناسایی و اخراج شدن. این ویدیوشه، خودتون ببینین. یعنی مرزهای رذالت تو این چند ثانیه جابجا شد، فقط یه هردنگی کم داشت روشون نشد و الا همون کارم میکردن. اینا از بس عادت کردن قاچاقی و بدون اجازه برن هر جایی، این مورد کلن تو ذهنشون نهادینه شده. ولی دوستان همینجا لازم به ذکره که با توجه به شرایط و قرائن دور نیست روزی که این رژیم از هم بپاشه. دوستان یه وقت سوء تفاهم نشه، اینا رو من نمیگم، خودشون دارن میگن. بارها نمونه هاشو تو سرخط براتون گذاشتیم. این اواخر هم که دارن به هر دری میزنن تا بگن که نه آقا ما در حال غرق شدن نیستیم. باشه، یه نمونهش هم همین اتحادشون با اوکراین هست. یه لحظه همینجا صبر کنید دوستان، یه سوال ازتون دارم. به نظرتون چی شده که اسرائیل که یه روزی میگفت من ابرقدرت خاورمیانم و نمیدونم آمریکا رفیقمه، الان دست به دامان اوکراین شده؟ اوکراینی که خودش رسما رو هواست. لطفاً تو کامنت ها برامون بنویسین. حالا در همین زمینه به این توییت هم دقت کنین که به نظر میرسه شورای امنیت ملی صبرش خیلی زیاد نیست. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی، نوشته الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل گفته زلنسکی در دیدار با او اظهار داشته که ایران دشمن مشترک دو کشور هست. مشاور زلنسکی هم چندی قبل از مشارکت این کشور با رژیم صهیونیستی در حمله پهپادی به یک مرکز وزارت دفاع در اصفهان خبر داده بود. اوکراین نباید به دنبال آزمودن صبر ایران باشد. بله عزیزان، همونطور که عرض کردم مسئولین شورای امنیت ملی کشور با کسی شوخی ندارن و البته درستش هم همینه. به نظرم اوکراین هم کم کم دلش پلان بی میخواد. اما حالا و در ادامه بد نیست یه سری هم بزنیم به رفیق گرما به گلستان اوکراین و رژیم صهیونیستی آمریکا جون، که انگار بدجوری از روابط ایران چین عصبیه و داره به هر دری میزنه که چین رو از ایران دور و به خودش نزدیک تر کنه، غافل از اینکه دیگه واقعا نقشه هاشون نخنما شده و تمام دنیا فهمیدن هدف آمریکا چیه. عرض شود که جان کربی هماهنگ کننده امور راهبردی در شورای امنیت کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد که خطوط نظامیمون با چین بسته شده. به نوشته رویترز، کربی درباره رایزنی‌های بین مقام‌های آمریکا و چین بعد از سرنگونی یک فروند بالون چین گفته که متأسفانه خطوط نظامی باز نیستن و این چیزیه که ما واقعا دوست داریم اون رو اصلاح کنیم.
جان کربی درباره لغو شدن سفر وزیر خارجه آمریکا به چین هم گفت که الان وقت مناسبی واسه سفر بلینکن به چین نیست. به دنبال جلوگیری از درگیری با چین هستیم و ما اصلا نمیخوایم با پکن درگیر بشیم. این در حالیه که سخنگوی وزارت خارجه چین هم چند روز پیش در نشست خبری ضمن رد ادعاهای اخیر واشنگتن درباره ارسال بالون جاسوسی چین به حریم هوایی آمریکا اعلام کرده بود که واشنگتن طی یک سال اخیر بیش از 10 بالون جاسوسی به چین فرستاده، که این موضوع رو جان کربی کلاً تکذیب کرد. کربی که در مصاحبه با شبکه آمریکایی MSNBC صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوال مجری درباره این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: کلاً تکذیب می‌کنم، آمریکا در حال انجام این کار نیست، این موضوع قطعاً نادرسته. بله، کاملاً حق با شماست. حالا در مورد این بالونه هم عرض کنم که کلی از مقامات آمریکا به این کار بایدن واکنش نشون دادن و کلاً این داستان رو مسخره توصیف کردن. یه سناتور آمریکایی اقدام بایدن در هدف قرار دادن بالونی که احتمال می‌دادن متعلق به یه باشگاه تفریحی بوده رو دستمایه تمسخر قرار داد. این سناتور آمریکایی در حساب خودش می‌نویسه که بایدن یک جنگنده 200 میلیون دلاری را به پرواز درآورد و با یک موشک 400 هزار دلاری یک بالون بسیار ارزان قیمت رو هدف قرار داد که ممکنه متعلق به یه باشگاه تفریحی بوده باشه. در ادامه ایشون به کنایه نوشته که این اقدام بایدن می‌تونه بازدارندگی قدرتمندی در برابر دانش آموزان دبیرستانی ایجاد کنه که مایلن به عنوان کاردستی بالون‌های تحقیقاتی بسازن. ایول، این خیلی حق بود. اظهار نظر این سناتور جمهوری خواه بعد از این مطرح شد که یه باشگاه تفریحی در ایالت ایلینویز اعلام کرد که بالون این باشگاه هنگام پرواز بر فراز ساحل آلاسکا ناپدید شده. این باشگاه گفته که این اتفاق درست در همان روزی رخ داد که یه جنگنده شرکت لاکیت مارتین یه شیء پرنده ناشناس رو سرنگون کرد. بله دوستان، این که این تنش‌ها آخرش به کجا ختم میشه هنوز هیچ چیزی قطعی نیست، ولی این رو به صراحت تمام میتونم بگم که ایران با سیاست‌های دقیق این چند وقت اخیرش تونست در بهترین زمان در بهترین مکان ممکن باشه. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیو یه دیگه در پناه حق باشین.